یان طریق معنا بودند، نه اینکه مخالفت داشته باشن با اینکه ما این جهانمون رو بسازیم. این جهان رو به عقل ما وانهادند، و اما عقلی که خدا به ما داده که به اصطلاح حجت ظاهره است، در اون جاهایی که عقل نمیرسه دستگیری کردن، که خب این مقتضای هدایت الهی است که وقتی که برای ما یه خانه دیگری هم ساخته و ما بعد به اونجا بریم، راه ورود به اونجا رو هم اجمالاً باید به ما نشان بده و هر کسی هم به قدر طاقت خودش اون راه رو طی کنه. باری این که ما از دین چه انتظاری باید داشته باشیم فوق العاده مهمه. من اولین بار این مباحث رو تو مسجد امام صادق 27 سال پیش مطرح کردم، بعدم در مجلس ترحیم مرحوم مهندس مهدی بازرگان رحمت الله علیه که اواخر عمرش به این نتیجه رسیده بود که انتظار ما از انبیا روشن کردن راه آخرت است. دیگه که چنان که میدانید عموم هم فکران و هم قطاران ایشان به ایشان اعتراض کردند که جناب آقای مهندس، شما فعالیت یک عمر خودتون و یک عمر نهضت آزادی رو زیر سوال بردید و همه رو به باد فراموشی، نسیان و یا اصلا ابطال سپردید. و ایشان ولی بر سر قولش ایستاد و من در همون سخنرانی خودم هم همین رو نقطه بسیار درخشان و مثبت زندگی ایشان شمردم و گفتم این مرد علاوه بر این که به یک نتیجه حقی و مهم میرسید، شهامت ابراز اون رو هم داشت، شهامت ابراز اون رو هم داشت، اونم در میان هم ردیفان خودش، کسانی که 50 سال با هم زیسته بودن، 50 سال، 60 سال اینها با یک آرمان زیسته بودن، مبارزه کرده بودن، زندان رفته بودن، کتاب نوشته بودن و بیش از همهشون خود شخص آقای بازرگان با همین احوال بسیار کار سنگین و دشوار بود، از اون کارهایی که قهرمان میطلبد، کار قهرمانانه بود که ایشون بیاد و ابراز کنه، بگه باید که خدا و نبوت فقط برای آخرت، کلمه فقط هم گذاشت، فقط برای آخرت، که دوستانش اونقدر بهشون اعتراض کردن که وقتی مقالش رو چاپ کرد این کلمه فقط رو برداشت، گفت خدا و نبوت برای آخرت،